سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدیم بحث تقسیم پذیری ادامه میدیم تو جلسه قبل کلی از ویژگی ها. یه عمل تقسیم پذیری رو با هم یاد گرفتیم از این جلسه به بعد میخوایم یه خورده مثال از اینو حل کنیم تا یکم برامو جالب تر بشه که اصلا این خصوصیت ها به چه دردی میخورن تو این جلسه مثلا یه مثال رو بیایم با هم دیگه حل کنیم مثال ما میگه که ثابت کنید هرچه باشد دو تا عدد آب عضو مجموعه عدد صحیح Z و هر چه باشد N عضو عدد طبیعی مجموع عدد طبیعی در اون صورت A منهای B آد میکنه A N منهای B درسته؟ خب بریم مثال مثال با هم دیگر حل کنیم میدونیم که وقتی میخوایم ثابت کنیم یه چیزی یه چیز دیگر رو عاد میکنه کافیه اونو به این فرم بنویسیم که طرف راست مساوی با طرف چپ ضرب در یه عدد صحیحی در ثابت کردیم که این اون یکی رو عاد میکنه خب پس میخوایم بنویسیم که آن منهای بی ان مساوی با A منهای بی ضرب در یه چیزی یه جای خالی که اینجا دوست داریم که بتونیم یه عددی از و اعداد سعی رو پیدا کنیم تا بعد ثابت شده باشه آیمنهای منهای بی آد میکنه آین منهای این. خب این،, این جور نوشتن به نظرتون آشنا میاد از اتحادهای جبری که تو سال ریاضی سالهای گذشته یاد گرفتیم به نظر میاد که این عبارت آشناه یعنی این ما رو به یاد اتحاد چاق و لاغر میندازه یادتون میاد که اتحاد چاق و لاغر میگفتش که هرچه باشد عدد طبیعی N و N برای دو عدد سه و ب ما داریم میشه نوش A منهای بین هست A منهای B در اون وقت از آ شروع میکنیم A به توان N منهای یک به ترتیب تو جمله ها یکی از توان آ کم میکنیم یکی به توان به اضافه میکنیم دوباره یکی از توان آ کم میکنیم یکی به توان به اضافه میکنیم تا وقتی که همه توان بره روی سر ب و آ بشه توان صفر یادتون یاد میاد به این میگفتیم اتحاد چاق و لاغر چون آن منهای بیان رو به صورت یه جمله چاق زب در یه جمله لاغر نوشتیم خب حالا همینجا میبینید که همین که ما این اتحاد رو نوشتیم اصلا این حکم ثابت شد برای اینکه قبول دارین که این جمله توی این پرانتز چیزی نیست به جز ضرب یه سری عدد صحیح و جمع یه سری عدد صحیح که مجموع عدد صحیح هم نسبت به جمع و ضرب کلا بسته است پس این خودش میتونیم اسمش رو بذاریم یه کیوی که خود به خود عضو زی هستش یعنی در واقع ما تونستیم آنمنهای ان رو بنویسیم او به ضرب در کیو که یعنی همون حکممون رو به ما نتیجه میده خب این جالب بود دیگه مثلا با یه اتحاد تونستیم یه خاصیت به این کلی رو اثبات بکنیم اما برای اینکه یه خورده جالب تر بشه بس بذارید یه مثال عددی بزنیم مثلا من به شما میگم که ثابت بکنید عدد 3 عدد دو به توان سه ان منهای پنج به توان ان رو عاد میکنه هرچه باشد انوز به ان از به خب این همینجوری به نظر خیلی مسئله سختی میاد دیگه شما میگه که هر چی این، هر عددی که برای ان انتخاب کنی سه یا همچین عدد عجیب غریبی رو عاد میکنه اما ما با توجه به خاصیتهایی که یاد گرفتیم و مثالی که الان حل کردیم یه ایده هایی داریم که چجوری باید این مسئله حل کنیم چون این طرف تصاوی ما به صورت یه عددی منهای یه عدد دیگه به توان ان هست ما نتیجه میگیریم که احتمالا از این خاصیت باید استفاده کنیم ببینیم چه جوری این خاصیت میگه که تو طرف راست باید یه آب توان n من یه بی به توان n داشته باشیم اما ما اینجا دو به توان 3 n داریم پس خوبه که جفت اینا رو به n بنویسیم چطوری در واقع بیایم دو به توان 3 n رو بنویسیم دو به توان 3 توان n من های 5 به توان n که در واقع جفت اینا بشن یه عددی به توان n یعنی بنویسیمش 8 به n من های 5 به توان n خب خوب شد دیگه این الان دقیقا به همین فرمی شد که اینجا میخواستیم پس حالا میدونیم که طبق این چیزی که اینجا اثبات کردیم هش اگه آ رو بذاریم هشت به رو بذاریم پنج میتونیم نتیجه بگیم که طبق اطاعت چاق و لغر هشت به توانه منهای پنج به هست در واقع هشت منهای پنج زب در یک کیوی یا در واقع مساوی است با سه زب در یک کیوی جالب شد دیگه این دقیقا همون چیزی که ما خواستیم اثبات کنیم چون از این میشه نتیجه گرفت که نتیجه س ادم میکنه 8 به توان n منهای 5 به توان n رو که در واقع همون 2 به توان 3 به توان n منهای 5 به توان n هستش یعنی اینجا این مثال عددی رو ما خیلی ساده اثبات کردیم بدون اینکه اصلا هیچ اطلاعی راجبه n داشته باشیم تنها توسط خاصیت های تقسیم پذیری که میدونستیم و اینکه وقتی این فرمو دیدیم این ایده بزنمون رسید که احتمالاً باید طرف راست و به صورت a به توان n های b به توان n در بیاریم و بعد خود خود از 3 از و 5 ظاهر شد توی جلسه بعدی باز مثال های بیشتری از تقسیم پذیری حل می کنیم و شما کاربردهای های ویژه گیاش رو بیشتر میبینید. توی جلسه درس بعدی میبیمتون.